توی سفر دارین با گوشیتون عکس میگیرین که متوجه میشین باتری گوشیتون داره تموم میشه. اما اصلا نگران نیستین. یه دکمه کنار گوشیتون هست. فشار میدین، باتری گوشی از هوا انرژی میگیره و شارژ میشه. به همین راحتی. ادامه سفرتون رو با ماشینای برقی میرین. توی جاده باتری ماشین داره تموم میشه، ولی بازم نگران نیستین. نه به پمپ بنزین نیاز دارین، نه دستگاه‌های شارژ. یه دکمه میزنین، ماشینتون در حال حرکت از هوا انرژی میگیره و بازم شارژ میشه. تمام وسایل الکتریکی حالا از طریق هوا شارژ میشن. هیچ آسیبی هم به بدنتون نمیرسه. چطوری؟ این انرژی از کجا میاد؟ اگه اطراف شهر رو نگاه کنین، دکل‌های برقی جدیدی رو میبینین. دکل‌هایی که سیم هم ندارن. این دکل‌ها دارن انرژی بی سیم تولید میکنن. همه جا هم هستن و تمام برق مورد نیاز شهر به صورت وایرلس یا بدون سیم تأمین میشه. چیزی که براتون تعریف کردم الان واقعیت نداره، اما همون چیزیه که نیکولا تسلا توی ذهنش داشت پرورش میداد. یک دنیای مدرن ایدئال که از طریق انرژی الکتریسیته بدون سیم تأمین میشه. بیاین توی این ویدیو در مورد ایده های عجیب نیکولا تسلا صحبت کنیم. تو شروع قرن 20 تسلا به دنبال ساخت سیستمی بود که بتونه برق رو بدون سیم در جهان منتقل کنه. برای اینکه این پروژه عملی بشه، تو سال 1901 سنگین ترین پروژه رو شروع کرد. امروز به عنوان برج واردن کلیف شناخته میشه. برجی به ارتفاع 57 متر و کمی شبیه برج ایفل. از فولاد ساخته شده بود و هرچی بالاتر میرفت نازکتر میشد. یه سکوی مدور پهنم در بالاش داشت که با کابل و سیم فولادی احاطه شده بود. از اون طرف این برج به اعماق زمین میرفت. یک سیستم از تونل آهنی در اعماق زمین داشت که شبیه ریشه های یک درخت بزرگ بود. البته این بخش زیر برج فقط در ایده های تسلا بود. چیزی نبود که کسی تایید کنه واقعا ساخته شده. به هر حال این برج باید تا کیلومترها دورتر انرژی رو منتقل می کرد. اول تسلا آزمایشاتی رو برای انتقال الکتریسیته از طریق زمین انجام داد. فکر می کرد که می تونه وسیله‌ای بسازه که این انرژی به هوا منتقل بشه. اما برای آزمایش این ایده به منابع مالی نیاز داشت. یک بانک سرمایه گذار به نام جی پی مورگان رو پیدا کرد و 150 هزار دلار درخواست کرد. 150 هزار دلار در اون زمان، یعنی سال 1901، معادل 5.2 میلیون دلار امروزیه. در همون زمان یک مخترع ایتالیایی به نام گوگلیما مارکونی سیستم تلگراف بی سیمش رو به نمایش گذاشته بود و تونست یک پیام رو از کشتی به خشکی بفرسته. اما تسلا به سرمایه گذاراش اطمینان داده بود که اختراعش بزرگتر از این حرف هاست. میتونه ارتباط تلفنی بین دو نقطه از جهان رو فراهم کنه. تسلا پروژه‌شو شروع کرد. سال 1901 در لانگ آیلند تحقیقاتش روی این پروژه ادامه پیدا کرد و برنامه‌هاش شامل ساخت حدود 30 برج و نصبشون در سراسر جهان بود. اما متاسفانه تسلا نمیدونست که اختراعش کار نمیکنه. دانشمندان امروزی خاطرات تسلا رو خوندن و طرح‌های کشیده شدهش رو بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که برج واردن کلیف حتی برای ساده ترین کاربردها هم نمیتونست انرژی کافی تامین کنه. این برج باید چندین برابر چیزی که تسلا فکر میکرد برق تولید میکرد تا فقط چند تا تلفن در نزدیکیش بتونن کار کنن. اما ولتاژ بالا برای بدن و محیط زیست ضرر داشت. تسلا هم مقدار بالای ولتاژ رو در نظر نگرفته بود. این سیستم در کل غیر عملی و از نظر مالی هم بدون سود بود. در طول ساخت برج تسلا به پول بیشتری نیاز داشت، اما جی پی مورگان اونو تأمین نکرد. تسلا هم بدون بودجه نمیتونست کارشو ادامه بده و اون برجی هم که ساخته بود به جز فولاد هیچی نبود و کاربردی نداشت. در سال 1917 یک مالک جدید اونو خرید و تکه تکش کرد و ورقه هاشو فروخت. بعد از شکست پروژه واردن کلیف، نیکولا تسلا اختراعات عجیب دیگرشو ادامه داد. از اونجا که از کودکی عاشق پرواز بود، میخواست با استفاده از دانش و مهارت‌های مهندسی برق و مکانیک یک هواپیمای مسافربری مافوق صوت بسازه. توی شروع قرن 20 هم خیلی غیر واقعی به نظر میرسید.
هواپیماهایی که توی ذهن تسلا بودن قرار بود بدون بنزین کار کنن و با برق شارژ بشن. بازم تسلا به این فکر کرد که اینطوری میتونه چندین برج به عنوان منبع تغذیه بسازه و هواپیماها در طول مسیر بدون سیم شارژ بشن. اینطوری مسافران پروازهای مافوق صوت طولانی تری رو تجربه میکنن. همین امروز اگه یک پرواز از لندن به نیویورک داشته باشین حدوداً 8 ساعت طول میکشه. تسلا میخواست همین پرواز در کمتر از 3 ساعت انجام بشه. ایدهش رو توی مجله های محلی چاپ کرد. اما این ایده هم نه استقبالی ازش شد و نه فراتر از همون چاپ شدن توی مجله رفت. یکی دیگه از اختراعات عجیب تسلا ماشین زلزله بود. اول یه دستگاهی ساخته بود که میتونست ارتعاشات خفیفی تولید کنه. بعد به فکر گسترشش افتاد و گفت شاید بتونه باعث لرزش زمین بشه. طرح اولیش نوعی نوسان ساز مکانیکی با نیروی بخار بود. یک دستگاه کوچیک بود که مثل چکش تکون می‌خورد و برق تولید می‌کرد. تو سال 1893 این دستگاه رو به ثبت رسوند و چندین سال هم آزمایشش کرد و به طور سیستماتیک قدرتش رو بیشتر کرد. در نهایت اون رو توی نیویورک در داخل یک ساختمان بزرگ آزمایش کرد. آزمایشش هم موفقیت‌آمیز بود. تونست یک زلزله کوچیک درست کنه، طوری که وسایل آزمایشگاه روی زمین ریخت، وسایل سنگین‌تر هم کاملاً پخش زمین شدن و ساختمان‌های اطراف هم حسش کردند. تسلا ترسید و سری دستگاهشو شکست. میترسید از دستگاهش استفاده‌های خطرناکی بشه. ایده بعدی تسلا باز هم خلاقانه و البته عجیب بود. اون زمان در حالی که شرکت‌های بزرگ درگیر ساخت دوربین و ابزار ثبت وقایع بودن تا مردم بتونن از محیط بیرون عکس و فیلم بگیرن، تسلا دنبال دستگاهی بود که بتونه از درون افکار آدم‌ها عکس بگیره. اینجا بود که ایده دوربین فکری مطرح شد. قرار بود اینطوری عمل کنه. شما یک عکس رو توی سرتون تصور می‌کنین و بعد به طور ذهنی ازش عکس می‌گیرین. بعد هم تصویر روی یک چاپگر اون رو منتشر می‌کنه. تسلا فکر میکرد در اصل هر تصویر ذهنی که توی ذهنتون هست روی شبکیه چشم نقش پیدا میکنه و معتقد بود که میتونه از شبکیه چشم اونو چاپ کنه. تسلا میخواست یک شبکیه مصنوعی مثل عدسی بسازه تا تصاویری که توسط ذهن روی شبکیه چشم انسان نمایش داده میشن به این شبکیه مصنوعی منتقل بشن و بعد هم از طریق اون روی صفحه نمایش دیده بشه. فکر کنین اگه تسلا این فناوری رو درست میکرد چطور میخواستن توسعهش بدن؟ چه ایده عجیبی بود. یکی دیگه از چیزای عجیبی که تسلا و ادیسون با هم دنبالش بودن تلفنی برای ارتباط با ارواح بود، یعنی دستگاهی که بتونه ارواحی که از جلوش رد میشن رو ثبت کنه تا بتونین باهاشون صحبت کنین. این یه ایده خیلی جالب بود که کلی درگیری داشت. در اصل تسلا از سیمپیچ معروفش به این ایده رسید، چون صداهای عجیبی رو از اون سیمپیچ میشنید و فکر میکرد از طریق سیمپیچش تونسته صحبت ارواح رو ضبط کنه. در مورد اختراع تلفن ارواح که نبردی بین ادیسون و تسلا بود، یک ویدئوی کامل تو کانال عامل ناشناخته ساختیم. لینکش رو داخل توضیحات پایین ویدئو میذارم. میتونید اون رو هم تماشا کنید. شما دیگه چه اختراعات یا ایده های عجیبی رو از تسلا میشناسین؟ توی کامنت ها بنویسید. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.